در میان تشویق گروه کثیری از هواداران خود، جولیان آسانج در بالکن سفارت اکوادور در لندن ظاهر شد و به قرائت بیانیه چند صفحه‌ای به مدت 10 دقیقه پرداخت. آسانج، بنیانگذار 41 سالی سایت افشاگر ویکیلیکس که تبعی استرالیاست، ضمن سپاسگزاری از ملت و دولت اکوادور و شخص رئیس جمهوری آن کشور برای اعطای پناهندگی سیاسی به وی، پیامی برای دولت آمریکا فرستاد. ایالات متحده باید دست از اذیت و آزار سایت افشاگر ویکیلیکس و کارکنانش بردارد. آسانج همچنین از دولت آمریکا خواست که هیچ پروسه قانونی را برای استرداد وی از سوئد در صورتی که معالن به آن کشور فرستاده شود دنبال نکند و برادلی منینگ، سرباز آمریکایی را که به تام تحویل دادن هزاران برگ تلگرام‌های دیپلماتیک آمریکا به ویکیلیکس بیش از 800 روز است در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می‌برد، آزاد کند. I think that Assange and WikiLeaks should be free because it's defending the people. Obviously, I'm here to fight for truth and justice, for transparency, and for information that the governments are hiding so badly. آسانج امیدوار بود که با کسب پناهندگی از اکوادور به راحتی بتواند از لندن به اکوادور سفر کند. اما وزارت امور خارجه بریتانیا تأکید کرده که نمیگذارد آسانج از بریتانیا به اکوادور برود و باید برای پاسخ دادن به شکایتی که توسط دو زن در سوئد علیه آسانج در رابطه با تجاوز جنسی به عمل آمده به سوئد تحویل داده شود. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، تهدید کرده که دولت ممکن است با استناد به یک قانون این کشور مسئولیت سیاسی سفارت اکوادور را سلب کند و آسانج را بازداشت و به سوئد تحویل دهد. این تهدید بریتانیا طوفانی از خشم را در اکوادور به همراه داشته. کشوری کوچک با 14.5 میلیون نفر جمعیت که به ندرت در کانون توجه بین‌المللی قرار دارد. رافائل کوریا، رئیس جمهوری چپگرای اکوادور، مشاجره با بریتانیا در مورد آسانج را به مبارزه با استعمار تشبیه کرده و از حمایت روزافزون همسایگان اکوادور نیز بهره مند شده است. آقای کوریا در دیداری با وزیران خارجه گروهی از کشورهای چپگرای آمریکای لاتین که اختصاراً آلبا خوانده می‌شود، تهدید بریتانیا مبنی بر لغو مسئولیت سفارت اکوادور در لندن را تهدیدی علیه همه کشورهای عضو این تشکل توصیف کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. در این حال بنبست دیپلماتیک بین لندن و کیتو بر سر آسانج همچنان ادامه دارد. بیژن فرهودی، صدای آمریکا، لندن.